اگر اجازه میفرمایید من یه مقدمه ای اول درودی خدمت همه شما و بقیه بفرستم و یه مقدمه ای بگم که چرا این داستان تکرایی مادی وجود انسان اهمیت داره و چرا حالا اهمیت پیدا کرده و قبلا نبوده. میدونی که تفکر بشر درباره وجود خودش و ارتباطش با جهان و فرضیه های خلقت جهان و انسان های یک سیر تکاملی داشته. وجود انسان از نظر فرگشته داروینی به نظر نمیرسه تغییر عمده‌ای در عرض 100 هزار تا 200 هزار سال قبل کرده باشه که یک گونه جدید حیوانی ایجاد کرده باشه، گرچه اتفاقاتی افتاده و مغز بشر قابلیت استفاده دیگه پیدا کرده که یه اشاره بهشون میکنم، ولی بیشترین اتفاقی که افتاده یک سیر تکاملی در تفکرش بوده که باعث شده به علت زبان که داره باعث شده که فرهنگش پیچیده تر و پیچیده تر بشه. و درباره این سوالایی که گفتم درباره وجود خودش و خلقتش و ارتباطش با طبیعت و اینا یک تغییر و تحولاتی ایجاد شده. از نظر تغییرات ژنتیکی خب مثلا یک تغییراتی در بویایی انسان در دستگاه گوارشش اتفاق افتاده، ولی زیاد در مغزش اتفاقی نیفتاده که بتونه تفکرش رو از نظر ژنتیکی عوض کنه. ولی این تکامل اجتماعی یا فرهنگی که اتفاق افتاده باعث شده که یک سیر پیچیده تر شونده ای در تفکرش ایجاد بشه. یه اتفاق دیگه که در مغز انسان ها پیش آمده یه پدیده به نام اگزپتیشن، اکس یعنی اضافه، اپتیشن از همون ادپتیشن یا تطابق، یعنی یک تطابق اضافی در مغز انسان پیش آمده که از همون سیستم هایی که بدون اینکه لازم داشته باشه که ژنتیکیش رو پیچیده تر کنه یا حجم مغزش رو بزرگتر کنه، چون امکان چنین چیزی وجود نداشت از نظر تولید مثلی یا زایمانش، به این جهت یک پدیده به اسم اگزپتیشن درش پیدا شده که تونسته از همون سیستم هایی که قبلا در مغزش بوده استفاده های تازه‌ای بکنه. مثلا از همون سیستمی که در تمام حیوانات هستش و از قند لذت میبرن، از همون سیستم استفاده کنه و از موسیقی لذت ببره یا از نقاشی لذت ببره، درست از همون ناقلان عصبی و از همون سیستما، به صورت یک توان تازه‌ای که در هیچ حیوان دیگه‌ای هم نتونستن ثابتش کنن که چنین چیزی هستش. مثلا میتونه از سیستم شنواییش که برای فقط درک صداها بوده بتونه از موسیقی لذت ببره، از همون سیستم ولی با یک پیچیدگی بیشتری، یا از حرکات معمولی خودش برای رقص استفاده کنه یا بتونه این انواع اقسام کوریوگرافی ها را انجام بده. این مهمترین عامل این کار که فرهنگمون رو پیشرفت داده قدرت زبانمون هستش که باعث شده که تفکراتی که درمان ایجاد میشه بتونیم به دیگران به صورت گفتاری و نوشتاری منتقل کنیم. مخصوصا نوشتاری باعث شده که این تفکرات از نسلی به نسل دیگه منتقل شه. شنواییش به صورت افقی منتقل میشه، مثلا یه داستانی که نوشته نشده میتونه بین افراد اجتماع در سطح افقی منتشر شه و دهن به دهن هم میتونه به نسلهای بعدی منتقل شه. حالا این تفکر انسان ها درباره وجود خودش در ابتدا به علت عدم دانشش مملو از توهمات بوده، توهماتی از قبیل سحر و جادو و طلسم و ماهیت های ماورای طبیعی که هنوزم مشغله فکری عده‌ای از فیلسوفا و همه اولیاء دین هستش. یعنی این ماهیت های غیر فیزیکی که در رابطه با ماهیت وجود خودمون هستش هنوزم باقی مونده.
ولی در این سیر تفکری چند نقطه عطفی وجود داشته که یک چرخش بزرگی انجام داده و اثرات خیلی عمیقی بر تفکرات انسان‌ها گذاشته و اون پارادایم‌های قبلی دینی و مقدار زیادی از فلسفه ها رو زیر سوال برده. اولین قربانی این نقاط عطف برونو بود. برونو یک کشیشی بود که متفکر بزرگی بود و با مطالعاتی که انجام داد خیلی هم ابتدایی بودن، بالاخره ثابت کرد و نوشت که این خورشید نیست که به دور زمین میگرده و این زمینی که به دور خورشید میگرده و زنده زنده سوزاندن کلیسای کاتولیک. این در واقع اولین گامی بود که از بشر رو از این مقامی که برای خودش فرض کرده بود که در مرکز کائنات هستش و این خدایان اینو مخصوصا آفریدن و در مرکز تمام دنیا قرارشون دادن، این برونو اینو خارجش کرد و بعدن کوپرنیک و گالیله اینو کاملا ثابتش کردن و دیگه کلیسا و بقیه عقب نشستن از اینکه ما یک حالت جیوسنتریک یا زمین مرکزی در عالم داریم. و کم کم حالا با علم کیهانشناسی معلوم شد که ما یک نقطه خیلی کوچیکی در یک جهانی هستیم که از میلیاردها هزاران میلیارد ستاره و سیاره درست شده و هیچ کره زمینمون، خودمون که هیچ کره زمینمون هم خیلی ارزش اونجوری نداره. این اولین ضربه ای بود که به غرور آدم ها وارد شد. دومین ضربه یا گام بزرگ رو داروین برداشت که نشون داد که بدون چون و چرا که ماها به دنبال فرگشت حیوانات ساده تر پا به و عرصه وجود گذاشتیم و در بهشتی هم نبوده که ما رو به دست خدا از ساخته باشه و یک روح خدایی در ما دمیده شده باشه. اینم داروین و بعدا علم ژنتیک ثابت کرد که ما در دنباله همین طبیعت هستیم. زیست شناسی هم که مخصوصا در سطح مولکولی ثابت کرد که تمام وجودمون از همین موادی ساخته شده که در طبیعت هستند. و بعدا با باستانشناسی بیولوژیکی معلوم شد که ما از آبهای گرم اقیانوس ها و انسان ها در صحراها و جنگل های شمال شرقی آفریقا جون گرفتیم. پس این یه ضربه بزرگی بود که خلقت آدم ها را از بهشت پایین کشید و آوردش به یا در گلولای اقیانوس ها یا در صحراهای بی آب و علف یا آب و علف دار افریقا کشون. آخرین کاری که مونده و باید انجام بگیره و حالا وقتش رسیده اینه که ثابت کنیم که انسان ها هم مانند همه موجودات جاندار و بی جان از همین مواد اتمی ساخته شدن که در روی کره زمین هست. و این مواد اتمی جالب هستش که در یک سوپرنوایی شکل گرفتن که حدود 10 میلیارد سال پیش در کهکشان شیری منفجر شده و از باقی مانده اون خورشید و منظومه شمسی من جمله کره زمین شکل گرفتن و تمام موادی که ما در بدن ما موجود هستش در همین سوپرنوواه که در حال مردن بوده شکل گرفته. و تمام ماهیت ها و نهاد هایی که غیر فیزیکی در وجودمون فرض شده هیچ کدامشون تا حالا ثابت نشده، نه تنها در وجودمون بلکه در دنیای خارج، از خدا گرفته تا شیطان تا افریت ها تا روح تا جان اراده و دنیای بعد از مرگ. اینا همه فرضیاتی بودن که از دوران جهالت دست ما رسیده و یا در نوشته ها مخصوصا در نوشته های ادیان این ریشه دوانده و به ما از طریق شرطی شدن اجرایی، اوپراند کاندیشنینگ و ترس از مجازات و
و دادن پاداش اینا رو به ما قبولوندن. ولی در عرض 100 سال گذشته با شناخت ساختار مغز انسان، مخصوصا 50 سال گذشته با تکنیک های ثبت الکتریکی نورون های مغز در حیواناتی که نزدیک ما هستند مثل شامپانزه، و چون این کار در انسان ممکن نیست، در شامپانزه و در میمون های دیگه که به ما خیلی نزدیکن با نزدیکی ژنتیکی تا حدود 99% و شباهت کار مغزشون ثابت کردن از این طریق و از طریق دستگاه‌هایی که در انسان زنده میتونه فعالیت نواحی مختلف مغزشون رو حین انجام تکالیف روزمره فعالیت‌ها رو نشون بده که از کجا سرچشمه می‌گرفتن. حالا با وجود اینکه این کار هنوز به انتها نرسیده، ولی به اندازه کافی علم داریم که هیچ نهاد و ماهیت خارج از همین ساختار مغزمون در وجودمون وجود نداره و فقط یک موجود مادی هستیم و هیچ احتیاجی هم به هیچ نهاد فرافیزیکی برای کارهای مغزمون و بدنمون وجود نداره و همه توهماتی که درباره وجود دوگانگی های مختلف از نظر روح و جان و اراده و ذهن و آگاهی اینا هست، همش خواب و خیال هستش و هیچ احتیاجی به هیچ کدامشون نیست. علاوه بر این هیچ رابطه ای هم بین این، اگر فرض بگیریم چنین چیزهایی هستش، هیچ رابطه ای هم بین این دو ماهیت کاملا جدا از هم، یعنی یک ماهیت ماورای طبیعی و یک ماهیت کاملا فیزیکی، هیچ رابطی بین این دوتا نیست. هیچ گیرنده‌ای هم در مغز وجود نداره یا در بدنمون که بتونه با این ماهیت‌های فرضی از قبیل خدا و شیطان و بقیه ارتباط برقرار کنه، و اونا هم هیچ راهی ندارن، اگر وجود داشته باشن که ندارن، اونا هم هیچ راهی ندارن که بتونن با ما بتونن اثری بر ما داشته باشن به جز از طریق تخیلات و توهمات و باورهایمون که اونا میتونن بر ما اثر کنن. ولی این موجوداتی که من چون محصول توهمات انسان هستن بهشون مادون طبیعی میگم، اینا هیچ گونه اثری نمیتونن بر ما داشته باشن. و این قبول این امر باعث میشه که ما دست از دنیای بعد از مرگم برداریم و سعی کنیم به جای بهشت و جهنم خیالی که بهمون وعده دادن تا بتونن بر افکارمون کنترل داشته باشن، دست از اون برداریم و سعی کنیم همین دنیا رو بهشتش کنیم و مانع بشیم که دیگران اونو برای ما و برای دیگران جهنمش کنند.